مراسم امسال خیلی محدود اجرا شد به خاطر محدودیت‌های کووید، ولی با این حال بیشتر از 100 تا 200 تا ایرانی از سرتاسر دنیا در این مراسم حضور داشتن و اینکه مراسم از مقبره پرزیدنت انور سادات شروع شد و اینکه امسال افتخار این نبود که جهان سادات در کنار ما باشه، ولی عوضش تمام خانواده نزدیک ایشون در هر مراسم حضور پیدا کرده بودن، دخترانشون، پسرشون و حتی نوه و نتیجهشون هم در این مراسم بودن و در کنار شهبانو این مراسم اجرا شد در مقبره انور سادات و آرامگاه جهان سادات که در همون مکان هستش. بعد از اون راهی مسجد عرفای شدیم به سوی آرامگاه شاهنشاه و اونجا مراسم خیلی پرشکوهی برگزار شد. سر تا سر آرامگاه پر از گل بود، از تمام دنیا برای ایشون گل فرستادن کسانی که امکان حضور در این مراسم ها نداشتن و یکی از جالبترین نکات این بود که من خودم با چشم خودم دیدم که یه دسته گل خیلی زیبایی از طرف بچه های خوزستان هم تقدیم شده بود به این مراسم و این مراسم با یک سری سخنرانی ها اجرا شد و شهبانو در کنار خانواده سادات در مراسم نشسته بودن و اینکه براتون بگم به خاطری که خب محدودیت ها خیلی زیاده برای کووید، ما نتونستیم که مثل سالهای گذشته بعدش به مهمونی که شهبانو همیشه ترتیب میدن برای قدردانی هموطنان که در اینجا حضور دارم حضور پیدا کنیم و قرار بر این شد که امروز ما تا یک ساعت آینده در اون یک مهمونی دیگری که شهبانو برای قدردانی و حضور نزدیکشون با هموطنان تدارک دیدن در اونجا شرکت کنیم. بیشترین آرزویی که ایرانی هم اونجا میکردن این بود که زمانی برسه که ما با افتخار بتونیم پیکر شاهنشاه رو همون جوری که تو وصیت‌نامه‌شون هم هستش بتونیم به صورت یک مراسم رسمی به ایران ببریم و در کنار ارتشیان که ایشون در وصیت‌نامه‌شون ذکر کردن به خاک بسپاریم. این بیشتر آرزوی همه ایرانیان بود و امیدوارم که ما بتونیم روزی چنین کاری رو انجام بدیم.